سلام دوستان عزیز امیدوارم که اوقات خوب داشته باشین و ایام به کام شما باشه به چینل آیت اکسپرت خوش آمدین و امید که درس های ما تمام از اون رو تعقیب کرده باشین در این جلسه درسی قرار است که با کنترل پنل کار بکنیم و به خاطر پیدا کردن کنترل پنل توری که در درس قبل گفته بودیم میشه که بیم نوشته کنیم مثلا کنترل پنل به اینجا و نوشته شده پین تو خب خیلی راحت به پین کردیم مورد دیگه که هست میشه بیم به اینجا کلک کنیم و از داخل از این بخش سر از این کلک کنیم به اینجا هم برای ما کنترل پنل رو قرار داده و اگر خواسته باشیم کنترل پنل به دسکتاپ خود قرار بدیم میتونیم بیم به اینجا کنترل پنل و اینجا پینتو استارت کلک کنیم خب وقتی پینتو استارت کلک کردیم این استارت رو بسته کردیم این سفر رو بسته کردیم حالا میبینیم به اینجا موقعیت زیر ما میدیم اگر تو کش کنیم بینج بندازیم میبینیم یک لینک هزی مثل یک شارتکت برای ما به قرار داده شد و اگر آیکون از به دسکتاپ ما لازم داشته باشیم میتونیم بیم اینجا کلک راست کنیم پرسونالایز را کلک کنیم و داخل پرسونالایز ما اینجا تم نوشته شده تم که کلک میکنه میایم به قسمت پوینتر می اینجا نوشته شده دسکتاپ آیکونز و از اینجا کنترل پنل تک میگذاره و همچنین مای کامپیوتر و سر اوکی okay کلک میکنیم از مطالب باشین که ممکنه ما ای سفری تو کلان کرده باشیم بازمی آیکون دسکتاپ آیکون سیتینگ به این قسمت قرار داره این سفر بسته میکنیم از اینجا بیرون شدیم حالا به هر رویشی که شما دوست داریم یا سر ازی کلک کنیم یا سر از ای. یا به ای قسمت بیم کلک کنیم بالاخره این باز میکنیم وقتی که با کردیم ما داخل کنترل پنل قرار داریم داخل کنترل پنل به اینجا برای ما هشت گروپ از برنامه نشان داده شده گفته قسمت امنیت یا قسمت نتورک و اینترنت یک قسمت شبکه و صدا برنامه ها یوزر ها تنظیمات زایری ساعت و منطقه ایزاف اکسس. هر کدام از اینا خواسته باشیم میتونیم استفاده بکنیم و فعلا ما به این روش اگر روی هر کدام کلیک کنیم یک مقدار گیج کننده تره و یه خوبی هایم به این روش داره شما به این قسمت بفهمیم که بخش administrative تولز ورک فولدر storage space مثلا انمی بخش ها مربوط به چی میشه مثلا امنیتی میشه و اگر شما بیم به ای بخش بطور مثال پروگرامز کلک کنیم میبینیم که دیفالت پروگرام پروگرام فیچر که شامل یک سلسله زیر شاخه هستن اینا مربوط به تنظیمات برنامه میشن به همین ترتیب شما میتونیم تنظیمات مربوط به یوزرها و بخش دیگه از اینا یاد بگیریم اگر اینا به شکل لارج اکون تبدیل بکنیم به اینجا به اساس عروف الفبا برمون نشان داده شده و تمام از اینا از ادمنستریتیو تولز شروع میشه می به طرف اوتو پلی و بقیه تا به اینجا که ما به دبلی برسیم ما در این جلسه یاد گرفتیم که چی رقم این کنترل پنل رو واک کنیم کنترل پنل رو واک کردیم باز چی رقم بیم داخل از این بخش می مدل نمایشی از این قسمت به شکل لارج آیکون اسمال و بقیه تغییر بدیم و اکثرا کسانی که تنظیمات هم انجام میدن از این ما استفاده میکنن و به شکل کتگوری معمولا کسی تنظیمات انجام نمیده اسمال آیکون هم داره میتونیم اینا رو شکل آیکون های کوچکتر تبدیل بکنیم و به ای قسمت باز برای خود شما به هر شکلی که دوست داشته باشیم میتونه تنظیم بشه و نمایش داده بشه عزیزایی که ویدیو ما رو می‌بینن، اگر باز به چینل ما نباشین چینل ما سابسکرایب بکنین که از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشین نظریات خود بر ما کامنت بکنیم ویدیو ما لایک بکنیم بر شما روزی موفقیت داریم تا درس بعدی اوقات خوب داشته باشین خدا نگهدار